عبدالواسع 3 سال می شود که زمین های زراعتیش را هنگ یا آنقوزه کشت کرده است. او هنوز طعم حاصلاتش را نچشیده، اما انتظار دارد تا در سالهای آینده ثمر کشتزارهایش را ببیند. ولی حالا رسیده مگه کیلوی 25,000 یا 30,000 می خوانه همه توخ می رسیده. شیره هم می خوانه 1 کیلو شیره ازی 14,000 یا 15,000 همی افغانی قیمت داره. گیاه آنقوزه یا هنگ 4 سال زمان میبرد تا حاصل بدهد. اداره زراعت بادغیس میگوید در حال حاضر 1400 هکتار زمین زیر کشت هنگ یا آنقوزه قرار دارد. خلق هم در کوشش که چی موږ باید به دستی لاری تا زن برابر کو چی در مواد مخدر پر غبندی پر زای بندی یو دای کشت آقا کو شروع کو. دقانان تخم این گیاه را با قیمت بلند خریداری میکنند، اما حاصلات آنقوزه میتواند دقانان را برای توسعه این کشت کمک کند. کشت آنقوزه برای کشت خوبی ها، خوب ما هم مردم همین فرصت میکنیم. آگاهان مسائل زراعتی میگویند این گیاه بیشتر برای طبابت استفاده میشود. در حال حاضر در ولایت های غور، بادغیس و هرات این گیاه کشت میشود. این تجارت جهانی داره و بیشتر به کشورهای هندوستان و اروپا صادر میشه و در ترکیبات و مشتقات ادویجات کیمیایی استفاده میشه. هنگ یا آنقوزه از گیاهان طبی و سنتی است. بیشتر در کوه‌ها و تپه‌های دارای آب و هوای مناسب رشد می‌کند. هنگ بوی تند و زننده دارد و شیره آن به رنگ سفید مایل به زرد است.